اگر کسی بخواهد در زندگی فردی و زندگی اجتماعی موفقیت کامل پیدا کند، باید به طور دائم ضمن اینکه سنن الهیه را که معین شده است رعایت می کند، از خدا هم کمک بخواهد. بدون استمداد از خدا نمی شود. یک گوشه یک کار عیب خواهد کرد، بدون تردید اینجوریست. یک استثناء هم در تاریخ ندارد، نه تاریخ گذشته نه اوضاع امروز، حتی یک استثناء هم ندارد که فرض کنیم کسی استمداد از خدا نکرده باشد، از خدا کمک نخواسته باشد و یا به قوانین الهی و قوانین طبیعی اعتنا نکرده باشد، در این حال زندگی او به کمال خوبی بگذرد. نه در فرد و نه در جامعه چنین چیزی متصور نیست و امکان پذیر نیست. اینی که از خدا میگوییم بخواهیم، این را به معنای این نگیریم که بایستی قواعد طبیعی را که انسان با خرد خود اونها را پیدا میکند اینها را ندیده بگیریم. نه، ببینید دو چیز لازم است. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها، این هر دو لازم است. اولا اراده آخرت، انسان باید دنبال آخرت باشد، یعنی همون ارتباط به خدا. دوم سعا لها سعیها، تلاش هم باید بکنه. من در یک جریانی رفتم خدمت امام، ایشون در بستر بیماری بودن، در سال 65 یا 66 امام یک سکته قلبی خیلی شدیدی کردن که البته کسی نگذاشتیم به فهم مردم مطلع نشدن. در وضع سیاسی اون روز و وسط جنگ خیلی آثار منفی داشت، اگر چنانچه این معلوم می شد. یک اتفاقی افتاده بود که امام یک تصمیمی قبلا گرفته بودن که حالا نمیخوام تفاصیلش رو بگم، که اگر اون تصمیم رو نمی گرفتن این بیماری امام معلوم می شد، همه می فهمیدن، خبرگزاری ها و مردم و دشمن و دوست و خیلی اوضاع به هم می خورد. من وقتی رفتم خدمت امام، ایشون روی تخت بیمارستان افتاده بودند و سرم و فلان در دستشون بود. گفتم به ایشون آقا این تصمیمی که شما چند روز پیش از این گرفتید، خود ما هم با ایشون مواجه بودیم در گرفتن این تصمیم. گفتم این تصمیم واقعا کار خدا بود؟ شما چطور شد که این به این فکر افتادید این تصمیم رو گرفتید؟ والا اگر نمی گرفتید حالا همه می فهمیدن شما رو تخت بیمارستان افتادید و حالتون اینجوریست. و ایشون گفتن که من از اول انقلاب تا حالا احساس می کنم یک دست قدرتی دارد ما را هدایت می کند و به ما کمک می کند. این عین عبارت ایشونه، من به ذهنم سپردم، آمدم بیرون بلافاصله نوشتم. گفتن من احساس میکنم یک دست قدرتی از اول انقلاب تا حالا دارد ما را هدایت میکند و به ما کمک میکند. میخواستن بگن اینم از همون قبیله، خدای متعال به ما کمک کرد که ما این تصمیم رو گرفتیم. عزیزان من، بعد از رحلت امام تا حالا قریب 8 سال است. من خودم هم این دست قدرت را در همه امور دارم مشاهده میکنم. اگر چنانچه ما مدیران خوبی نداشتیم، زحمات زیادی کشیده نمیشد، آدمای لایقی بر سر کار نبودن، شاید این دست قدرت هم نبود ها. نمیخوایم بگیم که اگر چنانچه ما کارا رو رها میکردیم بازم خدای متعال ما رو کمک میکرد. نه، بالاخره مسئولین کشور، مدیران خوب، زحمتکشان، دلسوزان، مردم هوشمند و آگاه، همه این چیزها، این عوامل مؤثر است در این که خدای متعال اون دست قدرت را بگمارد به کمک به ما. اما ممکن بود همه اونها باشد این دست قدرت نباشد، چون یه کاری است که ما نمی کنیم اصلا. بارها در این چند سال قضایای بارزی اتفاق افتاده است که وقتی که مسئولین تراز اول کشور که همه امور از زیر دست اینها میگذره می نشینن دوره هم، میبینن این کار رو اونا نکرد.